ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit. با سلام، 25مین برنامه زیر آسمان پاریس رو اینجا در کنار دوست و شاعر محمد جلالی مشهور به میم سحر تقدیم شما میکنم. دلیل حضور و گفتگو با محمد جلالی رو کمی دیرتر خواهید دید، اما اجازه بدید در ابتدا مانند هر هفته برنامه رو با از دیده ها تا شنیده ها آغاز بکنیم. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de روز یکشنبه 15 دسامبر خاکسپاری نلسون ماندلا انجام گرفت. هنوز تصاویر مخابره شده از افریقای جنوبی همه چیز را در عین سادگی مراسم استثنایی نشان می‌دهد. در نیمه هفته رسانه‌های فرانسوی مانند سایر رسانه‌های آزاد جهان خبر دادند که کیم جونگ اون عموی خود را به اتهام خیانت به اعدام محکوم کرد. او تمام مراسم عزاداری پدرش را در کنار همین عموی خود گذرانده بود. رسانه‌های دولتی کره شمالی ناشر خبر بودند بی آنکه به جزئیات و یا کلیات موضوع بپردازند. دادگاهی نظامی و البته در پشت درهای بسته یکی از رقبای سیاسی رهبر کره شمالی را کنار زد. دیگر سران باقی مانده زنگ خطری نیستند، چون اصولاً زنگی نیستند. آنها در زیر تابلوی قدرت رهبر با سهمیه دریافتی خود سینه چاک حکومتند. این عکس رضایت رهبر و فرمانبران است و در نتیجه این هم سنت قدیمی کمونیسم که وقتی افراد حذف می شوند، عکس و نامشان هم از افکار عمومی باید حذف شود و همینطور از تاریخ. در ابتدای هفته وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند و موضوعات مشترک این اتحادیه را به بحث گذاشتند. از جمله نشست ژنو دوی سوریه بررسی شد و اینکه بدون علنی گفتن موضوع امکان حضور جمهوری اسلامی در این کنفرانس تقریبا حتمی است. روسیه و چین نیز در مورد لغو آرام تحریم ها در مورد ایران خوشنودند. در پی اعلام خبر تدریجی تحریم ها که البته زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود، ایران اکنون در پی موضوع دیگری است. جمهوری اسلامی ایران میگوید دلیلی نمیبیند حال که تحریم ها برداشته می شود موشک های دفاعی S-300 روسی که در سال 2007 قراردادش با روسیه امضا شده این کشور آنها را تحویل ندهد و یا که کارخانجات فرانسوی از جمله رنو کار خود را از سر نگیرند. در این هفته اعلام شد جمهوری اسلامی ایران برای دومین بار میمونی را با موفقیت به فضا فرستاده و بازگردانده است. بار اول در زمان آقای احمدی نژاد این عمل انجام گرفت، اما رسانه‌ها بیان که خبر را نفی کنند کلام و نظرشان به باور خبر چندان به چشم نمی‌خورد. روز شنبه آقای لوران فابیوس در مجلس گفت به زودی چند کشور اروپایی از جمله بلژیک با اعزام 150 نظامی به کنار فرانسه خواهند آمد. وزیر دفاع آقای لودریان به آینده و اتمام کار ارتش فرانسه در افریقای مرکزی خوشبین است. مردم بیدفاع افریقای مرکزی در برابر گروه‌های مسلح به هر شکلی که می‌توانند از حضور ارتش فرانسه در خاک کشورشان ابراز خرسندی می‌کنند. گزارشات می‌گوید خشونت افراد هنوز پایان نگرفته است. رئیس سابق خبرگزاری فرانسه در تونس خانم حمیده بن صالح که یکی از فعالان آزادی مطبوعات تا قبل از سقوط آقای بن علی در سال 2011 بود، مهمترین جایزه روزنامه‌نگاری تونس را دریافت کرد. قابله‌های فرانسوی به دلیل حقوق پایینشان و نیز شرایط بد کاری دست به تظاهرات زدند. در اسپانیا در شهر پومپلونا جمعیت آماده‌اند گاو بیگناهی را بر اساس یک سنت کهن خود در کوچه ها بدوانند.
در گذشت پیتر اوتول در نیمه هفته همه را به یاد فیلم مشهور لورانس عربستان انداخت، هرچند که این بازیگر تئاتر و آثار شکسپیر بازی‌های درخشانی نیز در فیلم‌های نظیر لورد جیم و یا شب ژنرال‌ها داشت. او یکی از بزرگان هالیوود به شمار می‌رفت. خبر درگذشت پیتر اوتول سایه انداز درگذشت بازیگر دیگری به نام جان فونتین، بازیگر مورد علاقه آلفرد هیچکاک شد. او نیز در فیلم‌های بی‌نظیر جنیر خاطره پرارزش کارش را به یادگار گذاشت. در این هفته کیت بری، دختر جان بری، آهنگساز مشهور سینما از جمله سازنده متن موسیقی جیمز باند، با سقوط از طبقه چهارم خانش در شهر پاریس جان باخت. این هفته از حوادث کم دیده شده عکس‌های بارش برف در اورشلیم و مسجد الاقصی بود که رسانه‌های فرانسه با عناوین مختلف که گاه به مسائل سیاسی نیز گره می‌خورد مطلب نوشتند، مانند قوس و قزح در غزه و تماشای آن در افقی که نگاه فاصله‌اش را نمی‌توان اندازه گرفت. در آستانه کریسمس و تولد عیسی مسیح روز 14 دسامبر پاپ با تعدادی از کودکان در واتیکان ملاقات کرد. در پی همین مراسم کاخ سفید نیز در اجرای سنت و شادی کودکان مراسمی داشت. عکس‌هایی که مشاهده می‌کنید از پاپا نوئل‌ها در کشورهای گوناگون است و حتی از شیکاگو که تظاهرکنندگان از لباس پاپا نوئل استفاده کرده بودند. در اوکراین به دنبال به زیر کشیدن مجسمه لنین، این بار داس و چکش هم به دست تظاهرکنندگان افتاد. در این هفته اعلام شد آقای اولاند برای بازی‌های المپیک زمستانی به روسیه نخواهد رفت و حالا همزمان به تعدادی از عکس‌های کنکور سالانه عکاسی سونی توجه کنید که نتایج آن ژانویه 2014 اعلام می‌شود و سپس این عکس‌ها که برگزیده عکاسان خبرگزاری فرانسه از سوی خبرنگاران آن در سراسر جهان است. چه شادی کودکان در آلاباما، چه عکسی از محله مذهبی در استانبول و چه غم یک بالرین روسی. اولین امتیاز عکس شاید مشاهده رویای ندیده هایی باشد که دیگران آن را دیدند و زندگی کردند. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کردی. اروه متین یک ایرانی فعال و دور از جنجال است. او چندین سال پیاپی است که هر بار موضوعی انسانی را مطرح می کند و از همه ساکنان کره زمین دعوت می کند تا با تهیه پوستر و یا آفیش همزبان با او این موضوع را عمومی و بین المللی کنند. موضوع امسال مسکن است، همان که فرهاد خوانده بود، سقفی که تنپوش باشد و در سردی شبها لباس ما باشد. تو فکر یک سقفم، یک سقف بیروزن، یک سقف آبرجا محکم تر از آهن، سقفی که تن بوشه حراس ما باشه تو سردی شبها لباس ما باشه. سقفی اندازه قلب من و تو، واسه لمس تپش دل و پسی، برای شرم لطیف آینه ها، واسه پیچیدن بوی اطلسی، زیر این سقف با تو از گل از شب و ستاره میگم، از تو و از خواستن تو میگم و دوباره میگم،
زندگیمو زیر این سال با تو اندازم بگیرم، گمشم تو معنی تو، معنی تازم میگیرم. از هروه متین پرسیدم شما بار دیگر در موزه هنرهای تزیینی هستید با موضوع مسکن، حضور وزیر فرانسوی در این نمایشگاه چه پیام و اثری میتواند داشته باشد؟ حضور یه وزیر توی یه نمایشگاه، به خصوص نه هر وزیری، وزیر مسکن توی نمایشگاهی که راجع به مسکن حرف میزنه، خیلی خیلی مهمه. یعنی ما تونستیم صدامون رو اونقدر رسا بکنیم، اونقدر بلند بکنیم تا ایشون هم بشنون، بیان و ببینن نمایشگاه رو و با همه پخش کنن. نکته دیگر هم طور که خود شما گفتید، عده‌ای هم تظاهر کننده اینجا بودن که خیلی خوشبختانه مسالمت آمیز پایان گرفت. آیا گفته شما، نمایشگاه شما مخالف خواسته تظاهر کنندگانه؟ کاملا در همون راستاست، منتها هر کدوم از ما یه شیوه بیان داریم. ما فکر میکنیم برای که صدامون رساتر باشه و به گوش همه برسه، از طریق تصویر که بسیار ساده و فهیمه، توی یه جایی مثل عقد کاغتیف، یه جایی با اهمیت به این بزرگی ولی مجانی، ورودش برای همه یک روش خیلی رساتر و برنده تره. آقای متین، شما سال هاست که نمایشگاهی مشابه با حقوق مختلف صدای نشنیده ها رو به گوش میرسونید، چه شد که اصلا به این فکر افتادید؟ ای داد ویداد، 5 ساله که ما داریم این کار میکنیم. از سال 2009 شروع کردیم برای حمایت از آدمایی که صداشون رو سعی کردن به گوش جهانیان برسونن، با حق آزادی بیان شروع کردیم. پاسخی که آدمای اقصانقاط دنیا دادن، ما از 67 کشور توی اون سال جواب گرفتیم و پوستر دریافت کردیم و نمایشگاه گذاشتیم، این جواب بود که ما این انرژی رو داد که بریم علیه جزای مرگ در سال 2010 نمایشگاه بذاریم. توی اون سال 88 کشور شرکت کردن، بازم بیشتر. سال بعد رفتیم سر حق تحصیل برای همه، حق تحصیل برای همه، تمام کشورهای آفریقا رو حتی به خصوص دربر گرفت و مقدار زیادتری آدم اومدن. سال بعد رفتیم روی برابری زن و مرد و امسال حق مسکن. سال آینده هم باید صبر کنیم تا 10 ژانویه بعد اعلام میکنیم. آره، من فکر میکنم که مسائل به این بزرگی، به این مهمی، فقط از طریق یک سری شرکت عموم طراحا، خلاقا، خیلی تأثیر بیشتری داره، برای اینکه این کارا به زبون خیلی ساده مردم رو جذب میکنه، دلشون میخواد سوال کنن، فکر کنن و برای این به ما انرژی میده که ادامه بدیم بازم بیشتر. برگردیم به مسائل داخلی ایران. ما اینجا در پاریس برای مسکن، برای برابری زن و مرد، برای آزادی صحبت میکنیم و میگوییم، تا چه حد انعکاسش رو در ایران شما باور دارید؟ دوباره ایداد بیداد، نمیدونم تا چه حد توی ایران میتونه این صدا تأثیر بذاره. مطمئنن میذاره. ضمناً توی امسال که 3461 پوستر گرفتیم، 700 پوستر از ایران اومد. این نشوندنده این علاقه شدید به بیانه که اونا هم شرکت میکنن. ما دلمون میخواست که توی این نمایشگاه که در همه کشورها هم داره برگزار میشه، توی ایران هم برگزار میشه. امیدوار هستیم و فکر می‌کنم یه روزی میشه که اونجا هم بریم. ایداد بیداد برای اینکه چی فکر می‌کردیم چی شد. و از من خواستین که یه دونه از این پوسترها رو که بیشتر از همه مورد علاقه منه براتون نشون بدم. این پوستری که به زبان فرانسه است، اتخ یعنی بودن هست. توی فرانسه همونطور که خیلی یاد دیدن، اتخ رو با یه اکسان می‌نویسن و این اکسان یه خون است. یعنی اصلا بودن بدون مسکن معنی نداره. این آفیش به این خاطر مورد توجه منه که خیلی ساده است، در نهایت سادگی خیلی بیان کننده است. ضمناً برای اینکه بقیه آدمای دنیا هم بفهمن، به انگلیسیش هم زیرش نوشته to be. والا این تنها آفیشی که خیلی ساده و مورد علاقه منه.
آقای جلالی، نظر شما راجع به فعالیت آقای متین چیست و اصولا مسکن برای شما یعنی چی؟ بر من خیلی جالب بود، برشون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی کار جالبی بود این کاری که سالهاست دارن میکنن در زمینه‌های مختلف، به خصوص مسکن. مسکن به هر حال خیلی خیلی اهمیت داره برای انسان، سلول خانواده است، خانه، خاندان، خانمان، همه اینا در زبان فارسی به هم ارتباط پیدا میکنه و اهمیت این موضوع رو نشون میده. خانه، جزء داشتن خانه، جزء حقوق ابتدایی انسان هست و جزء حقوق بشر هست. منتها متاسفانه در همه جا این مسئله مطرح نیست، برای اینکه جایی که حقوق آزادی، آزادی بیان رعایت نشه، قاعدتا حق مسکن هم چندان اهمیتی نداره. به قول معروف که میگن چراغی که به مسجد رواست، حالا من اینو برعکس میگن، چراغی که به مسجد رواست به خانه حرام است. برای اینجور نظامهایی که برای انسان ارزش قائل نیستن، حاضر نیستن که خرج مسکن مردم بکنن، برای اینکه باید خرج مسجد بکنن و مسجد هم در واقع حفظ منافع و نظام خودشون است. متاسفانه در وضعیت ما اینجوریه. روز بین المللی شعر هر ساله در پاریس انجام میشه. امسال 25 سال این روز بین المللی شعر بود. معمولا روی مضمون‌های مختلف هست که بیشتر همون تم حقوق بشر، آزادی، برابری، حافظه و اینهاست. امسال روی صدای جهان شمول یا یونیورسل بود و چندین سال هست که من رو برنامه ریزان فستیوال شعری دعوت میکنن، همونطور که خیلی از شاعران کشورهای مختلف از جاهای مختلفی میان. شاعر هست، فیلسوف هست، نویسنده هست. منم به عنوان ایرانی امسال در اون شرکت داشتم. امیدواری سخت امید است شاعر در داغ طبع، در داغ تبعید است شاعر. بیدی نبود از اسکراب باد لرزان، لیک این زمان لرزانتر از بید است شاد. خوش تک درختی بود بر خاکش گلفشان، از ریشه ها شینک به تردید است شاد. هر میوه با وی جنگل صد آرزو بود، نک آرزوها گشت و تسکید است شاهد. آتش شد دست از خدایان جان پاکش، زان بسته در زنجیر جاوید است شاهد. چون بر کمان و ترکش او تیر بهرام، در دست جانش چنگ ناوید است شاهد. در ظلمت ایمان آواز غرورش، روگنده بر دیوار خورشید است شاهد. Comme font toutes les poupées du monde. Dans ses mains, il y a peu, l'enfant tenait. در تالار شهرداری پاریس، محله 14 به مدت 4 ده‌ها شاعر ساکن فرانسه به این محل می‌آیند و اشعار خود را یا در 2 اصلی و ترجمه آن و یا عیناً به زبان فرانسه برای حاضران قرائت می‌کنند. کلمه سفر کرده است. کلمه میهمان است. شاعره اینجا می‌گوید آمده از دور در آغوشش، اینجا دریای کودکیش را با خود آورده است. از جهنم خفه کننده گذشته گریزی نیست، دریاست و کودکی. محمد جلالی که در تبحر شعر و ترجمه بیانش در فرانسه نام شناخته شده است و در دانشگاه تدریس می‌کند، خط فکریش چه وقتی از سیاست و چه وقتی از خیش و غربتش می‌گوید تحسین همگانی را در برابر خود دارد. از جمع ده‌ها شاعر حاضر، شاعر میهمان نیز یک
نابیناست. جهنم دیگران نیستند، جهنم من هستم وقتی از دیگران قطع و جدا شده باشم. وقتی به سالن رسیدم شعری را درباره آشویتس میشنیدم. چه میشود و چه باید گفت؟ باید ساکت ماند، ولی اگر اینجا آمدم برای گفتن آمدم. نقش ما شاعران در جابجایی احساس و بیان این امیدواری است که بشر خطاهای گذشته را تکرار نکند. در اینجا دختری که خود شاعر است و فیلمی را برای پدر شاعرش در پی قدردانی از او ساخته به نمایش می‌گذارند. If my beat heart expresses me, I am the rolling thunder of the bursts of torrents of rock, the whispering of old leaves, the silence of deep canyons. I am the rattle of mortality. This feature-length documentary is about my dad, Scott Momaday, and me, his daughter, making a meaningful journey together. We're retracing a journey my father took when he was 35, at the time he was writing one of his favorite books, The Way to Range Mountain. It starts at the place where our people began, the headwaters of the Yellowstone River. And our waypoints are the sacred places of the Coyotes, such as Devil's Tower, the Black Hills, Medicine Wheel. And we're journeying down to Oklahoma where our homestead is. These are places that open our hearts as we feel what these places mean to our people. All of my life, I've wanted to go to these same places, and now I have the chance to do it with my dad right now. It's something that I think is really important, to get to know him and be with him right now in his life. And I'm at the point in my life where these stories and this connection, this family connection, is so important. Et le rap se dit me beauté, les merveilles me cigalent, c'est le désert de nos hivers, mais c'est le désert de nos printemps. Ça va. و اینک دختری که خود و سپس مادرش اشعار سروده شده او را می خوانند. دشت، دشت دست نخورده زمستان، حتی اگر بیابان بهاران ما باشد. سارا، دختر 9 ساله که استعدادش به نبوغ نزدیکی داده شده. به در نزدیک است، منتظر باش، خبر نزدیک است. خیر در دفتر تقدیر نوشت، در نبردیدن شر نزدیک است. باغ سرمازده را پر زمین گفت از این درزه گذر نزدیک است. ساقه از ریشه به گل داد پیام که بهارت به ثمر نزدیک است. دست با دل گپش باقی داشت که برآوردن سر نزدیک است. چشم زیبا نظر
به جان شوق دانست هنر نزدیک است. گفت جان صبر نمانده است بودن، صبر گفت ظفر نزدیک است. شب به سرمنزل روز است روان، دل غمیدا سحر نزدیک. شعری هست که دو سال و نیم پیش نوشتم در ارتباط با زندانی هاست و همیشه با من هست، برای اینکه زندانی ها همچنان در زندان هست. بندیان را به مهر دریابید و از غم‌آبادشان خبر یابید، تا صدا خفته و سکوت به پاست، بند در پای بندیان از ماست. تا به گرد سکوت دیواریم، دست در دست قاتلان داریم. گفت بندی به حافظان سکوت، تو خموشی و مرگ ما مسکوت. به تو سوگند نازنین یارا، که سکوت تو می کشد ما را. به تو سوگند ای هماره به یاد، که سکوت تو می دهد بر باد عمر ما را، که پای در بندیم لب فرو بستگان لبخندیم. لب که بندی به قصه غم ما، در فراموشی است عالم ما. لب که بر رنج ما حساب کنی، قاتلان را طلایه دار کنی. آقای جلالی، معمولا شاعران کنج‌های پنهان و خلوت بسیار دارند و شما ما رو به یکی از این کنج‌های خودتون، گوشه باغچه پرگلتون آوردین. با اینکه در ابتدای زمستان هستیم، هنوز اینجا زیبایی خودش رو داره. بفرمایید که وقتی شما اینجا می نشینید، شعر به سراغ شما اومده یا شما به سراغ شعر رفتید؟ شاعر پس از این شعر مگو، شهر خراب است، سیل آمده و دفتر شعر تو بر آب است. هر کس به یکی تخته در انداخته دستی، این یک به درنگندر و آن یک به شتاب است. زانان که مقیمند بر آن ساحل آرام، یک جمع تماشاگر و یک جمع به خواب است. بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه، جایی مبر این نغمه که غوغای غراب است. زین باد به دستان چه سوالی چه جوابی، پرسش ببر آنجا که امیدی به جواب است. خاموش نشستن که زمانی خفقان بود، دردا که در این عصر و زمان عین ثواب است. از اهل شریعت به خدای که پناه، از اهل شریعت به خدا یک پناهیم، آنجا که شریعت کده بنگاه عذاب است. چون باید من مرد که دنیای پس از مرگ ویران شده، زان گونه که بیرون ز حساب است. زین گونه که شد هستی ما آخرت ما، کس را نه غم رحمت و نه بیم عذاب است. زین گونه که شد هستی ما آخرت ما، کس را نه غم رحمت و نه بیم عقاب است. این ره به آتش می رود، آن آب به دوزخ، که این تشنگی برحق و آن چشمه سراب است.
وقت سحر آمد ز چه رو خواب نداری، با آن که در اطراف دلت شهر به خواب است. آقای جلالی، کتاب تازه دیگری از شما چاپ شد. آیا این کتاب هم غایب کتابخانه ها و کتاب فروشی ها در ایران خواهد بود؟ بله، متاسفانه این مسئله تازگی نداره برای من. من از ابتدا که کتابم رو چاپ کردم، در واقع شعر من شعر معترض بود و امکان چاپش در ایران نبود، و بعد هم که ادامه پیدا کرد، در واقع ما رو تبدیل کرد، همین شعر ما رو تبدیل کرد به پناهنده شعری در فرانسه. و نه، کتابای من در ایران چاپ نمیشه، البته بجز اون یک کتابی که من با دکتر محمد جعفر محجوب، استاد محجوب کار کرده بودیم، سندبادنامه منظوم، که قسمت‌های افتاده رو من بر اساس کتاب منصور، در واقع در اصل بر اساس کتاب قدیمی نثرش، رو به نظم درآوردم، و این کتاب از سوی انتشارات توس منتشر شده و در واقع کار مشترک است. اما به طور فردی هرگز کتابی اثری از من در ایران چاپ نشده. متاسفانه این سایتی هم که من دارم الان 4-5 سال است که مسدود است و در واقع فیلتر شده. در کتابخانه و محل کار محمد جلالی به تعداد حجم کتاب‌ها پرسش فراوان است و گفتن شاید دشوار. در اینجا فقط باید صدای شاعر را شنید. حال من با تو ماهی و دریاست، حال من بی تو ماهی و تور است. چه کنم با شکوفه های بهار، دل من تنگ و راه من دور است. دوستت دارمی نخواهی گفت، مگر آن دم که لال خواهی بود. چون زبان دلت محال اندیش، هم سخن با محال خواهی بود. رد پایت به کوچه دیده نشد، گذرت حلقه وار بر در باد. روزت از ما دریغ شد، زین روی شب ما بی چراغ خوشتر باد. هستی ما در آن حباب که بود، همچنان افتاده بی مصرف، مثل فریاد ما به حلقه چاه، مثل رؤیای ما به گوشه رف. مثل خاکستری که بر آتش می برد باد یادهامان را، خشخش کوچه می کشد با خیش سایه امتدادهامان را. باز هم راوی تو شد در من این لب بسته، در سکوت نگاه. عمر چشم است و بسته در راه است، راه اما نمی رسد از راه. راستی را پرنده باید بود، که زمینت به سوی خود نکشد. آدمی سرنوشت را الاک بسته بر تار موی خود نکشد. تلخی زهر مار در جام است، یا جگر می خورند مرغانت. او سگ به قارقار کلاغ می فروشند راه بندانت. گیرم از نیستی به هست آورد، سرنوشت تو همزبانی را. گر توانا نئی به هم سخنی، چه توان کرد ناتوانی را. بله، این کتاب ترانه‌های سحر آخرین کتابی است که حدود یک ماه پیش از من منتشر شده، انتشارات پیام، و مجموعه است از
حدود 1000 رباعی و دو بیتی و ترانه ها، در واقع ترانه های سحر که در کتاب فروشی های اروپا فعلا هست و کسانی که علاقمندن میتونن به نام ترانه های سحر برند و داشته باشن. آقای جلالی، یک پرسش ساده و شاید پاسخی دشوار، برای یک شاعر شعر یعنی چی؟ خب این پرسشی است که از قدیم مطرح بوده، از منتقدین و نویسندگان ایرانی، از شمس قیس، خواجه نصیر، اینها کوشیدن که به نوعی پاسخ بدن که شعر چی هست. همینطور منتقدین و فیلسوفا و اندیشمندان غربی، اینها هر کسی تفسیر خودش رو داره. در هر حال میشه گفت که عاطفه‌ای که با اندیشه تو هم باشه، وقتی کلمات خودش رو، کلمات مناسب خودش رو پیدا میکنه و با آهنگ و ریتمی همراه میشه و صورت زیبا و به اصطلاح زیبا شناسانه بیان میشه که گوش نواز و دل نواز و روح نواز میشه، میشه گفت اینها شعر هست. و خب کار شاعره، شعر حاصل همینطور که قدیمی های ما میگفتن طبع روانه، شاعری طبع روان میخواهد، نه معانی نه بیان میخواهد. ولی خب هم طبع روان میخواهد هم معانی و بیان، برای این که اولا تسلط به واژه و تسلط به فنون شعری بسیار اهمیت داره، دانش و اطلاع اهمیت داره، به خصوص در زمینه هنر و ذوق و استتیک و اینها، زیبایی شناسی. همونطور که حافظ گفته، در واقع حافظ میگه چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد، و این است که باید معانی جمع بشه تا بشه شعری به وجود بیاد. بخواستم بگم که شعر حاصل درد انسانه و در بیدردی به نظر من شعری تولید نمیشه. همه شاعران بزرگ حداقل اینو میشه گفت که دردی داشتن که به اصطلاح بیان اون درد تبدیل به شعر شده. من اینو در یه رباعی اتفاقا گفتم، من اینجا هر جا شوقی است، هر جا شوقی است جان عالمگردی است، هر جا شوری است عرصه آوردی است، در بی دردی اگر چه غرق است جهان، هر جا سخنی ز دل برآید دردی است. این یکی از سروده های من است در سال 1358 در پاریس، مرداد 1358. شیخ این زمان به مسند قدرت خزیده است، شیاد بین که گوش زمان را بریده است. دیروز گفت طالب جاه و مقام نیست، امروز در تدارک پست عدیده است. دیروز قصه داشت که احرار زنده باد، اینک کفن به قامت ایشان بریده است. با نام آسمان به زمین حکم می کند، گویی که آسمان و زمین را خریده است. روزی به خلق وعده جمهور داده بود، امروز خلق واقعی ناشنیده است. یعنی که ما شبان و تو در پیش ما روان، ما خبره‌ایم و آهن ما آب دیده است. روزی اگر چه نعره واحریت زدیم، سار از درخت حادثه اینک پریده است. اکنون به یمن خون خلایق عصای جور در دست ما چو افعی هرمان کشیده است. ما مبصر کلاس جهان سیاستیم، ما را خدا برای شما برگزیده است. تاریخ گفته است که در داو انقلاب، آن کس برد که راه به مسند کشیده است. مشروطه گرچه عاشق و دلداده داشت، لیک آن کو وزیر شد به وصالش رسیده است. در باغ وحش جنت مشروعه جدید، هر کس به قدر همت خود
میوه چیده است. ما گرچه قول کشور جمهور داده ایم، جمهور ما چو وعده ما دم بریده است. وینسان در این سهاری خونین انقلاب، مار دو سر به چله آئین لمیده است. فرزند راه خلق به دیدار آفتاب، بیدار من که فاتح ظلمت سپیده است.